به خاطر همین میگم که شما قدرت روحیه رشادت بگیرید مردم نترسید. شما همین بانوی سلحشور ایرانی ببینید، یه حزب اللهی تو خیابون مزاحمش میشه به خاطر حجابش اینا، بیا بعد این وقتی میره اونو میزنه بانو، این زن از خودش اینقدر زیبا دفاع میکنه، میزنه این یارو لط و بارش میکنه، نگاه یه زد حالا میخوره، حالا خانمه میزنه اینو، ولی این مردم بی غیرت اونجا باید بزنن این مرتیکه رو، این تازی رو، این سید تازی رو باید بسنیدش. نگاه آمدن نگاه میکنن صفا میکنن، بی غیرت ها، نازن مردم، ناموس مملکت اینان، زنان شیر زنان ایران امروز، عزیزان من اینان، از اینا باید یاد بگیرید، رهبران آزادی بخش امروز ما این زنان، این بانوان سلحشور آزاده. من قبلا به آگاهیتون رسونده بودم، خط مشتبه اینه که سادات تازیست، خطش اینه که صاف کنه و به غرب هم گفته، غرب که نیست، به همون گلوبالیسم جهانی که آقا ما هستیم، اینا همه رو تربیت میکنیم، تازه بعد فلسطین رو که جریان اخیر دیدین اینا شادی میکنن، اینا شکست خودن، کشتنشون، قتلامشون کردن، همینا تو تونلا کشته شدن، تمام تروریست ها و خجنا از بین رفتن، اون مشکارم که داده بود پوتین و میلیاردها دلار گرفته بود همون هم خب علیکی مصرف شد دیگه، تموم شد قضیه، یعنی مسئله فلسطین هم تمومه، متوجه میشین؟ ایشون مسئله فلسطین رو خیلی وقت حل کرده، مشتبه پیغام که برای اسرائیل فرستاد اینا، برای همین الان تو گلوبالیسم جهانی هیچ کس اصلا غیر از سیاوش حفیظ، شما شنیدین کسی اسمشو بیاره مشتبه رو حرفش بزنه این موارد رو بگه؟ همه قشنگ آمادن که مرگ بقاش امسال احتمالا، من چون بهتون پیش از این گفتم که خامنه اصلی مرده، این ربات کامپیوتریش که کار میکنه، رهبر اصلی مشتباس از پشت صحنه، هیچ کدوم از اینایی که میبینین اصلا ماه به ماه هم سال به سال خامنه ای رو نمیبینن، مگر اینکه تو همین نشست های عمومی میشینن، بعدم صحبت خصوصی هم با هیچ کدوم نداره، رو همین لیست و انتخابات و اینا 5 روز شورای نگهبان تعطیل کردن، 5 روز اروا عمهشون فکر کردن میتونن برن خود خامنه‌ای رو ببینن، بگن آقا بیا یکی از اینا را بذار تو دیگه، بنده خود اسحاق جهانگیر رو بزنیمش دیگه، حالا لاریجانی رو بزنیم، گریه داره میکنه، گریه گریه افتاده، هیچ کدوم اینا رو اصلا نتونستن ببینن، تازه مشتبه رو هم نتونستن ببینن، مشتبه هم آدمشو به اینا فرستاد، پاسدارشو گفت برید کارتون رو بکنید، آره چرا، چون از خاطرش جمعه، یعنی خود خامنه‌ای میره گفت من پخش کردم صدا شراتون، گفت من نباشم بعد همه شما گم میشه، یعنی مجتمع ساخت و پاخته خودشو کرده با اینا. شما اگر یک رضا شاهی بلند نشه و این سادات تازی رو از این سرزمین مثل کاوه آهنگر، مثل بابک، مثل اسپارتاکوس که برای نجات یهودی ها برخواست، اسپارتاکوس شکست خورد ولی کوروش اومد، کوروش زن پیروز شد، موسی آمد نجات داد، بابک ما رو زدن کشتن، بابک خرم دین رو، هم قدیمیار میگم ها، الان بابک خرم دین پیروز باید باشه، الان یه یعقوب لیث باید باشه، اما نترسین، پی میگم بت پرست و تکفیر، اما یکی باید بلند شه، دیدید که حتی از پاسدارای خودشون میترسن که حتی تو نامزدها تو کاندیداها بذارن تا این قدر واسشون جمعه، نترسید اونجا بشینید بگید برای به خیلی چیزایی که نمیزنن شما رو بکشن، از این زن یاد بگیرید، از این زن یاد بگیرید که آخونده رو چجور ترد و داغونش میکنه، از این زن یاد بگیرید که این آخونده بایست آدمایی که اونجا هستن بزنن لتو پارش کنن، صندلی گذاشتن که این اولاق مثل 1400 سال پیش که حمله میکردن با شمشیر موقع لاغر داشتن میادن زن و بچه شما رو بهش تجاوز میکردن، مردارم سر میبریدن میکشتن، بچه هاتون هم غلام بچه بهشون تجاوز میکردن، خب موقع میکشتن، اما اگه نمیکشند آقا تو صندلی هم میذاری مردی که آخونده اونجا بشینه به زن و ناموس مملکت توهین کنه، خب غیرتی.
من 40 سال سواره. راست میگه سواره بودم. میگن واقعا من اینو بدون شوخی بهت میگم تو این 40 سال من الان میدونید که 50 سال شد که من فعالم 50 سال من 14 سالگی نوشتن رو شروع کردم در روزنامه 90 ما آقای صدر طباطبایی یادش بخیر چون آقای هوشمند صاحب امتیاز بود صدر طباطبایی سردبیر شد و من تو نوشتم تو نبرد ما نبرد ما او آفتاب شرق روزنامه خراسان مجله کاریکاتور روزنامه مردم وابسته به مردم من تو این 5 تا روزنامه از 14 سالگی شروع کردم مطلب می‌نوشتم الان 64 سالمه یعنی 50 سال من دارم می‌نویسم 23 سالم از 30 سال خورده و 35 سالی که دارم صحبت می‌کنم تو تمام این دوران تلاش و فعالیت هم میخوام اینو به شما بگم مهربان دارم باید تو میدون باشیم ناامید نباید بشیم باید امید بدیم خیلی از دوستان ما شناختم و میدونستم که از دیروز تا همین پریروز ناامید شده یه هم میبیند تو میدون چچ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 
ناامید میشه. نباید ناامید بشیم، نباید فکر کنیم گلوبالیست ها دنیا رو گرفتن، سادات تازی گرفتن، اینا با اونا ساختن. نه، همه چیز ممکنه، همه چیز ممکنه اگر بخوایم. من نمونه رو از خودم بارها بهتون گفتم، چون 50 سال تلاش سیاوش اوستا است و در ششم ماه جون در شهرداری پاریس 5 بغل و پانتئون، همون آرام پانتئون فرانسه خیلی مشهوره، باغ لوکزامبورگ، نمایشگاهی است که از بین تمامی نویسندگان فرانسه 50 نفر اونجا مثل هر سال انتخاب شدن کتابشون میذارن. حالا من که هیچی، من حساب نمیشم، ولی 50 نفر از پرفروشترین محبوبترین نویسندگان فرانسه اونجا هستن. حالا اونه که صدا من میشه میتونن تشبیر رو میتونن بیرن. این 50 سال میشه که ما نوشتیم و چه کردیم. توی این 50 سال میخوام بگم عزیزان من خیلی چیزا دیدیم، ولی همیشه من هدفم این بوده به شما امید بدم، ناامیدتون نکنم، از میدون در نریم، امیدوار باید باش. حالا اینو میخوام بهتون بگم، منو میبینین؟ منی که اینجا ننشستم پیش شما، هر آرزو، چی؟ دریم، رؤیا، هر آرزوی که یه آقای زرقمی اومده بود گفت زرقمی طفلی آدم داری که مالی نبود سوزن به دای خدا و از رئیس جمهور بشن نه یه که کاندیدن شده بودن. حالا رضایی لگه داشتن یه کم بزن رضایی آخی تو آقای هم بچه خود چی کشته؟ درود دارم به مادرش، مادر احمد رضایی رفیق من بود، احمد رضایی رفیق من بود، شجاع بود، دلیر بود، کشتنش. خب چون بچه چه کشته نگهش داشتن، حالا یکم بازیش میدن، ولی پوقی که چیزی نمیشه که اقیه اقیه تا اگه کار میدونستی بگه انتقام بچه تی میگرفتی. حالا انتقام نه، پرونده رو در میابادی تحقیقات میگردی، نه که مثل حسن روحانی که بچهش با کلک خودش کشته شده رفت همه رو کرده. اما بازی ندین مردم. حالا این میخوام بهتون بگم، با مهر یزدان پاک، من لایک هستم، خردگرا هستم، ولی به این معتقدم که در هستی یک قدرتی است، یک نیرو و یک انرژی است که از همه ما قوی تره. من به او باور دارم. اسمش خداست، یزدان پاکه، اهورامزداست، گراند آرشیتکت دو لونیور هست، معمار بزرگ هستی است، هر چی است، من به او اعتقاد دارم. برای همین از کودکی من هر آرزوی داشتم بهش رسیدم، هر آرزوی که داشتم فقط برای ایران، آزادی ایران آرزوی نهایی منه، آخرینه که 40 ساله دارم برش مبارزی میکنم. مطمئنم بهش میرسیم بچه ها، بهش میرسیم. کار من کردم انگریز میشم بعد تو دنیا، وای همه چیز ممکنه، همه چیز ممکنه. یه روز به پرنسس لیلا پهلوی اینو میگفتم، وقتی که محبت میکرد جلوی جمعی نشسته بودی، گفتم تو باور میکنی
اورمزچیدها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهیدچیدها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید youtube.com/mehrtv